سلام به همه شما ام اکسرسایزی ها. امروز یه روز دیگه از چالش پیاده روی رو میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. میدونیم که این فصل چالشمون مخصوص شکم پهلوه. همونطور که میدونین یه بطری آب با یه جفت دمبل همراهتون بیارین که میخوایم شروع کنیم. شروع کن به درجا زدن. اولش میخوایم گرم بکنیم، بعدش میریم سراغ تمام عضلات شکم، راست شکم و مورای شکمی. از مرجانم میخوام که حتما بیاد با هم دیگه ورزش کنیم. شما هم همراه ما باشین. درجا میزنم. سلام بچه ها، چطوری؟ امیدوارم که یه روز عالی داشته باشیم. با پیاده روی شروع میکنیم، با درجا زدن. اگر که جدید با کانال من و مینا آشنا شدیم، ما براتون هر یک شنبه ساعت 10 چالش میذاریم و ورزش های مختلف میذاریم. روی دکمه سابسکرایب کلیک بکن و زنگوله کنارش هم بزن. اگر که از بچه های قدیمی هستی که لایک این ویدیو یادت نره. مرسی. گرم کردنمون از بشین پاشو شروع میشه. آماده؟ حالا بشین پاشو، عضلات پا رو گرم کن. ستا، آفرین، ادامه بده. نفس، یادت نره ساعتتو روشن کن، روی پیاده روی بذار، ببین چقدر کالری میسوزونی. نیم ساعت بیشتر نیست، میتونی دوباره پلی کنی و تا یک ساعت ادامه بدی. چهار بار دیگه، سه بار، دو بار، خوبه. درجا بزن، نفس بگیر. شونار بدقم، شونار بده جلو. آرنج رو از هم باز کن به پهلو، در واقع شونه ها رو بیار بالا. عالیه. دست راست رو بیار جلو، دست چپ رو بیار جلو. عالیه. جوف ببر بالای سر. خوبه. پار باز کن، ادامه بده درجا زدن رو. حالا شروع کن به پنجه زدن، راست چپ. پهلواتو بکش به راست و چپ. دستو بکش جلو، عضلات پشت کشش. دم و بازدم یادت نره. ببر بالا، شکم تو. مرسی. ادامه بده، یه ذره بدن رو گرم کنی. حالا به پهلوی راست و چپ میخوایم بکشیم. بکش، کامل دستا رو بکش، پهلو کشیده بشه، عضلات پشت کشیده بشه. حالا بکش به سمت پایین. عالیه. ادامه بده.
خوب در جا بزن. قرار شد که چند دقیقه اولش گرم بکنیم، 4-5 دقیقه کافیه براتون برای این تایمی که ورزش میکنیم، چون ورزشمون خیلی سنگین نیست، در حد متوسط در جا. خب روی عضلات شکم میخواییم کار کنیم. عضلات شکممون تشکیل شده از عضلات راست شکمی و عضلات مورب شکم. عضلات عرضی هم که زیر عضلات مورب شکمه و اگر که خوب کار کنیم حتما اونا رو هم درگیر میکنیم. خب میستیم شکم جمع. اول بهتون میگم که حتما دمبلاتون کنار دستتون باشه. یه مقدار که گرم کردین دیگه میخوام شروع کنیم دمبلا رو برداریم و با یه فشار مضاعف این کار رو انجام بدیم. دو تا دیگه و آخریش. حالا دمبلا رو بردار، بیس، دست جمع، برو. یک، شکم جمع، شکر، صف کن، شکر، منقبض کن، رها کن، ادامه بده، پشتتو خم نکن، فقط عضلات شکم به تمرکز روی عضلات شکم باشه، صف کن، شکر کن. راحت ترین حرکت شکمه، هیچ بهونه‌ای نیست، به همین راحتی شما میتونین عضلات شکم رو درگیر کنین و تقویت کنین. ده تا دیگه، سه تا دیگه، دو تا دیگه. خوبه، در جا بزن، نفس بگیر. میتونی دمبلا رو بذاری زمین استراحت کنی، میتونی دمبلا توی دستت باشه. این در جایی که میزنی در واقع یه استراحت برای عضلاتت و اینکه ضربان قلبت اگر که بالا میره با طی حرکاتی که انجام میدی، تمریناتی که انجام میدی، برگرده روی سمت نرمال و یه مقدار از ضربان قلبتون به اندازه چند تا دونه کم بشه، برای ما کافیه در جا. بچه ها تمام این چالش های پیاده روی توی پلیلیست پیاده روی یا واکینگ ات هوم گذاشته شده، میتونیم برین از جلسه اول ببینین، با ما همراه بشین تا این جلسه ای که الان داریم برای شما رکورد میکنیم. ما بیشتر ورزشمون سه نفر است، یعنی جودی هم همراه ما هست. امروز جودی هم همون کرده دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید، اینجا همش داره میچرخه، خودشو لیس میزنه. خب میخوایم بریم تمرین بعدی. پا رو زبدر میکنیم، حالت کراس میستیم. حالا به سمت پایی که خم کردیم میکشیم دستو و دست دیگه جمع، بکش جمع. عالیه، ادامه بده. وقتی پا رو کراس بکنی عضلات مایل شکم، حتی عضلات عرضی که زیر اونا قرار گرفته، همشون درگیر میشه. با یه حرکت ساده شما میتونین عضلات بیشتری رو هدف قرار بدین و روی تقویت اونها کار کنین. مرسی، ادامه بده.
شش جمع یک سنت که شش داره، یک سنت منقبض میشه. دوباره دیگه و آخریش درجه بزن. تا ضربان قلبتون یه مقدار بیاد پایین، من براتون بگم کسی که ورزش رو صبح میخوان انجام بدن، مثلا الان ساعت 10 صبح میخوام پلی کنم، البته ما ویدیومون 10 شب میذاریم، ولی اگه بخوام 10 صبح پلی بکنم باید بدونم که وقتی که شب میخوابم تا صبح بدن یه متابولیسم پایه داره، یعنی برای تمام اندام داخلی بدن، فیزیولوژیک یعنی سیستم داخلی، قلب، ریه، کبد، همه اینا انرژی لازم دارن. و وقتی که شما صبح از خواب بیدار میشین با اینکه هیچ فعالیت بدنی انجام ندادین، ولی داخل بدنتون اتفاقاتی تا صبح افتاده، این انرژی رو شما از دست میدید. برای همین یه مقدار انرژی پایه باید تو بدنتون باشه. اون کالری پایه که میگن همینه، برای سیستم داخلی بدنه. خب پا تو عوض کن تا ادامه حرفمو براتون بزنم. سمتی که پا رو کشیدین دستتون رو به همون سمت میکشین. خب پس برای اینکه شما ورزش صبحگاهی داشته باشین، باید وقتی که از خواب بیدار میشین قبل از اینکه ورزش رو شروع کنین یه کربوهیدرات زود جذب، زود هضم مصرف کنین، مثل میوه، مثل خرما، مثل عسل، میتونین بریزین توی بطری آبتون و مصرف کنین تا یه مقدار انرژی داشته باشین که بتونین ورزش کنین. یا کسایی که عادت دارن که پروتئین مصرف کنن، میتونن یه اسکوب پروتئین وی که زود جذب و هضمه از نوع ایزولش استفاده کنن، بریزن توی بطری آب معدنیشون، به اندازه 20 تا 30 گرم کافیه و مصرف کنن قبل از ورزش. اینم انرژی خیلی خوبی بهتون میده که بتونین خیلی سرحال با ما ورزش کنین. بچه ها اینجا بهتون بگم که ما یه رژیم هم براتون گذاشتیم توی قسمت کامیونیتی. این رژیمیه که این خیلی از ما میپرسن، دقیقاً 1500 کالریه. میپرسین کجا؟ توی قسمت کامیونیتیه، میتونین راحت توی کانال ما پیداش کنین و هر روز به مدت 30 روز این رژیم رو بگیرین و در کنارش ورزش ها رو انجام بدین. شکمتو صفر کن، عضلات مورب شکم، عرضی شکم، همه رو درگیر کن، انقباض کشش، انقباض کشش، عالیه، ادامه بده. دم و بازدم یادت نره. خب اگرم که شبا 10 شب با ما ورزش رو شروع کنی، یعنی همون موقع که ویدیو رو پلی میکنی برنامه‌ریزی میکنی که همون موقع ورزش کنی، یادتون نره که بعد از ورزش فقط شما میتونی یک کوچولو پروتئین مصرف کنی، مواد قندی مصرف نکنین، چون که بعدش میخواین استراحت کنین همه اینا میمونه تو بدنتون و تبدیل به چربی میشه. دم بازدم. خوبه درجه بزن، نفس بگیر، عالیه. خب من جون صحبتی نداری؟ از بچه ها میخوام که برای ما کامنت بذارن، حتما حتما زیر پستای ما کامنت بذارین، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبتی که دارین ما میخونیم کامنت شما رو، به همهشون جواب میدیم، خیالتون راحت باشه. دوستان هوا داره گرم میشه، حواستون باشه در مرز کوران هوای سرد مثل کولر
قرار نگیرین موقعی که ورزش میکنین، چون دمای بدنتون میره بالا. حواستون باشه لباستون کم نباشه، چون که دوست نداریم که ورزش رو رها کنین. مواظب خودتون باشین تا همیشه سلامت باشین. در جا. خب حرکت بعدیمون جفا میستیم. حالا پهلو رو به سمت راست و چپ میکشیم، راست چپ. هر بار دستتو خم کن تا زیر بغلت بیار بالا. دستو بکش سمت دیگه، جمع کن تا قسمت زیر بغل. عالیه. سعی کن لگنت نچرخه، شکمت تو باشه، منقبض کن. عالیه. کشش انقباض. مرسی. ادامه بده. عالیه. چهار تا دیگه، سه تا دیگه، دو تا دیگه، حالا آخریش. خوبه. درجا بزن. دوستانی که هر مشکل اسکلتی یا مفصلی خدای نکرده دارن میتونن به پلیلیست اسلامی درمانی مراجعه کنن. اونجا ما تمام تمرینات اسلامی درمانی در مورد دیسک کمر، دیسک گردن، زانو درد و از این قبیل مشکلات رو براتون گذاشتیم که میتونید 3 روز در هفته اونا رو انجام بدیم و در کنارش این تمریناتی که داریم انجام میدیم رو با ما همراه بشیم. امیدوارم که هیچ کدومتون از این قبیل مشکلات نداشته باشید و خیلی راحت با خیال آسوده ورزش رو انجام بدیم. البته که باید بدونیم که ورزش هایی که ما انجام میدیم هیچ مشکلی برای هیچ کس نداره، حتی کسایی که مشکلات اسکلتی دارن، چون دامن حرکتیمون خیلی پایینه، فشارش خیلی متوسطه، رو به پایینه. در جام پرش جهش نداره. برای کسایی که زانو درد و کمر درد دارن خودشون میدونن که پرش جهش براشون اصلا مناسب نیست. خب تمرین بعدی، پا رو باز میکنیم، شکم رو میریم تو و به سمت فقط راست میریم پایین، میایم بالا. راست. هر چقدر که میتونی از سمت جلو نیا، از سمت پهلو. پهلو تو بکش و صاف شو. دست دیگر رو میتونی تا زیر بغل بکشی بالا که کاملا کشیده بشه. خیلی خوبه. هر بار میری پایین شکمتو سفت کن، میای بالا شکمتو شل کن. امیدوارم که با ویدیوهای ما انگیزه بگیرید و جذب ورزش بشین. با ما 3 روز در هفته یا شاید هم بیشتر. بعضی از دوستان میگن که کامنت میذارن ما هر روز هفته اگر انجام بدیم تمریناتو مشکلی پیش نمیاد. به نظرم باید از مینا بپرسیم که آیا مشکلی براش پیش میاد یا نه. دوستان عزیزان، چندین بار گفتم تمرینات ما تمریناییه که انتخاب کردیم با دامنه حرکتی خیلی پایین و شدت خیلی متوسط، در حد خیلی پایین. اگر که میبینین کسایی هستن که ضربان قلبشون سریع میره بالا، کسایی که فشارخون بالایی دارن یا مشکلات قلبی و عروقی دارن، میتونن آرومتر انجام بدن، میتونن ویدیو رو آروم پلی کنن یا اینکه
آرومتر انجام بدم و الا که با همین شدتی هم که انجام بدن فکر نمی کنم هیچ مشکلی براشون پیش بیاد، چون ما کاملا وسط هر تمرینی استراحت میدیم، درجا میریم، ضربان قلبو میاریم پایین و دوباره تمرین بعدی رو شروع میکنیم. یه بار دیگه، حالا درجا بزن. موقعی که درجا میزنی نفس های عمیق بگیر، اگه خواستی آبتو بخور، اگه دوست داشتی دمبلت بذار زمین، یه استراحت خوب به خودت بده تا تمرین بعدی که میخوای شروع کنی. یه بمبمه آب کنارت بذار، لباس ورزشی که دوستش داری رو بپوش که بیشتر و بیشتر بهت انگیزه بده با ما ورزش کنی. میخوام میره سمت دیگه، آماده باش. دوباره پا رو باز میکنم، میرم سمت دیگه، پایین بالا. خیلی خوبه، چکم تو شد، صف شد، مقبض کن. ادامه بده. مرسی. عالیه. خسته که نشدی؟ رعایت کنیم برنامه تغذیه که ما برای ایام عید گذاشته بودیم، برای قبل از عید، بعد از عید، همیشه میتونیم اون تغذیه رو داشته باشیم. یه برنامه تغذیه و رژیم مناسبه، خیلی عالیه، حتما رعایت بکنیم. 50% ورزش، 50% تغذیه باعث میشه که شما به اندام ایدئالتون برسید. هیچ وقت تنهایی رژیم گرفتن خوب نیست، هیچ وقت ورزش تنهایی و بعدش تغذیه نامناسب، مسبوق و زیاد غذا خوردن اصلا خوب نیست. یه بار دیگه، خوبه، درجا بزن، نفس بگیر. خیلی خوبه. به اندازه 30 ثانیه تا 1 دقیقه ما پیاده روی میکنیم. اصلا اسم چالش رو گذاشتیم پیاده روی به خاطر همین، چون که توی استراحت ها ما مدام درجا میزنیم و حالت پیاده روی داریم که اگر دوستانی که دوستان دارن برن بیرون یا براشون فراهم نیستش که بیرون ورزش بکنن، میتونن توی خونه راحت هم پیاده روی داشته باشن تمرینات شکم پهنی. یه جای کوچیکه 1 متری هم براتون کافیه، چون که تمریناتون خیلی رفت آمد پرش جهش نداره. میتونید درجا تمام حرکاتو بزنید. تمرینات خوابیدمون هم همینطوره، به اندازه یه متر 1 متری جا براتون کافیه. شما فقط ورزش کنید، همه این بهونه ها میره کنار. خب، برای تمرین بعدیمون آماده باشین. پاهامون رو به صورت اسکات نگه میداریم،
لزومی نداره روبرو نگاه کنین چون عضلات گردنتون باید سفت کنین. همون پایین رو نگاه کنین، دستاتون بکشین به سمت پاهاتون، قوزک پاهاتون. مرسی. شکم چسبیده به ران. عالیه. خیلی ضربان قلب رو میبره بالا، چون که یه عضله خیلی بزرگی که روی رانه شما درگیر میکنید. حالا این حرکت که ما انجام دادیم انقباضش ایستا بود، ولی هیچ فرقی نمیکنه. هر انقباضی که روی عضلات بزرگ انجام بدید باعث میشه که ضربان قلبتون بره بالا و متوالسه بدنتون بیشتر به سمت سقط ساز بیشتری بره. درجه دوباره سکات بشین، شکم رو بچسبون به رون، جمع باز، جمع باز. سر پایین که گردنتون درد نگیره. متوجه شدی تمرینات ما همش ایستاده بود. یادت نره جلسه بعدی دمبلاتو بیار، فقط حرکاتمون شکم پهلو ولی خوابیده. خب دوستان میریم برای سرد کردن. آروم آروم پاهاتو باز کن، دستاتو قلاب کن و بکش به سمت پایین، برسون به زمین با سن کشش، پشت پا کشش. حالا زانوهاتو خم کن، بمون همینجا، زانوهاتو باز کن، دوباره زانوها خم، زانوها باز، بچرخ به سمت راست، مچ و پاتو بگیر، چند ثانیه بمون و آروم آروم گرسنه‌تو بگیر، مچ و پاتو بگیر. بیا وسط، آروم آروم پاهاتو رو هم نزدیک کن و آروم آروم بیا بالا، دستا رو بالا کن، بکش بالا و بیا رو پنجه، نگه دار و آروم بیا پایین، دستا رو بذار رو سر، دوباره برو بالا، چون روی فرنه با کار کردید یک کوچولو پاها باز، دست رو بکش به سمت راست، بدن با آمومن خم و آمومن برگرد برو سمت دیگه. آیه بیا بالا،
پا رو یه دیگه بیشتر باز کن و پنجه ها رو به یه سمت قرار بده. حالا خم شو و مچ پا تو بگیر، دست دیگه هم به سمت بالا و نگاهش کن، همون دستی که بالاست رو برسون به مچ پا و بیا بالا سمت دیگه، پنجه ها رو به سمت این سمت که میخوای خم بشی. حالا دست خود رو با نگاهت دست رو دنبال کن و آروم همون دست رو بیار نوچه رو بگیر. خوبه، همون شدش بیاد بالا، دست رو به سمت جلو کشش بده و همه پشت بازو رو بگیر. آبی سمت دیگه رها کن، دست به کمر، یه کوچولو میخوام گردنم رو رها کنم، شروع کنم به یه سمت میکشم و سمت دیگه یه چرخش نیم دایره ای میدم. خیلی آروم تمرین رو انجام بدید که سرد کردن مونه. عالیه، بزن افتخار خوده. خب امیدوارم که خسته نشده باشین، چالش رو با ما ادامه بدین. این فصلمون شکم پهلوه، همونجور که شما خواسته بودین از ما، ما هم تمرینات رو اختصاص دادیم فقط برای عضلات شکم و عضلات پهلو که همشون مربوط به عضلات شکمه، هیچ فرقی نمی‌کنه. مثل همیشه یادتون نره که من و مینا خیلی دوستتون داریم.